بچه‌هاش سلام سلام بچه‌ها صدای منو دارن؟ من تصویر خودم رو چجوری میتونم ببینم؟ تصویرتون من تماما اینجا تو کادرم دیگه ببینیم جزوتونه، تصویرتونه، صدا و اینم چت بچه‌ها تشکر، تشکر هم صدای بچه‌ها رو میخواییم باز کنیم میتونیم اگه تماما بشتش باشه، باشه، چشم من میتونم اینو فول اسکرین کنم، مشکلی نیست؟ نه، مشکلی نه آره، میتونیم بنویسیم آره، مشکلی نیست کنم هم که اینجاست و باید یه صفحه سفید باز کنم خب، ما شروع کنیم دیگه بله، بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه بچه ها امیدوارم حال همگی خوب باشه من رضا فولادپور هستم دبیر درس شیمی مدرس و مؤلف انتشارات گاج خب اوکیه اوکی خب قرار با هم دیگه یه کلاس حل مسئله رو برگزار کنیم من اول یه سری توضیحات بدم و بعدش شروع کنیم این جلسه چون جلسه اوله و جلسه رایگان یه سری مهمون ما هستن مندت سر من گذاشتم و سر کلاس اومدن یه خورده قبلش قراره صحبت بکنم و بعدش وارد مسئله ها بشیم این جلسه من در حد 5 دقیقه 10 دقیقه ابتدایی رو سعی میکنم کسرهای تناسب رو تا جایی که میتونم و نیاز دارم بهش برسم بهش بنویسم اثباتش بکنم که اصلا شما بفهمید چرا این کسرها به وجود اومده از اون طرف هم ما قراره که تیپ تست های متنوع رو حل کنیم این جلسه احتمال قریب به یقین یه خورده روش های عجیب غریب میبینید که من بعید میدونم تا حالا جایی دیده باشید چون که سر کلاس خود گاج هم ما دقیقا این مشکل رو مشکل که نه این هست رو داشتیم که کلاسمون شد پر جمعیت ترین کلاس زیاد اهل بالا پایین پریدن نیستم زیاد اهل حرفای عجیب غریب زدن نیستم بچه‌هایی که بودن سر کلاس من دیدن فکر کنم امسال میشه 5 سالی که من تنها کسی هستم توی روز کنکور سوالای کنکور رو آنلاین توی همون روز حل میکنم دقیقا همون روزی که دبیرها میرن توی پستوهای محترمشون و 2-3 هفته بعد برمیگردن سر کلاس. قراره با هم دیگه اینجا روش فکر کردن سر مسئله رو یاد بگیریم. قراره اینجا نحوه حضور توی جلسه شیمی رو یاد بگیریم. چی کار کنیم؟ چه تستی رو بزنیم؟ چه تستی رو نزنیم؟ چه تستی رو چه جوری بزنیم؟ اصلا بعضی وقتا با گزینه‌ها میشه یه کارایی رو انجام داد. من همه این کارا رو با تستای 99400 انجام میدم. نمیرم تست آزاد سال 84 مثلا بیارم حل کنم بچه ها این روشه فقط هم برای اون جواب بده دیگه حداقل برای اعتبار خودم ارزش قائلم و صد البته برای وقتی که شما گذاشتین چون حس میکنم حتماً ناسه گردنم و میخوام حتی بچه هایی که این جلسه مهمون ما هستن یه خورده طعم یه طور دیگه نگاه کردن به سوال شیمی رو بچشن میدونم که الان حتی دبیرهایی سر همین کلاس هستن و دارن من رو نگاه میکنن از همینجا بهشون سلام میکنم درسمو پس میدم و ایشالله کسایی که اومدن چیزی یاد بگیرن چیزی داشته باشن برایشون بخوام به مرسه ظهور بذارم خب بریم سراغ کسرام من یه واکنش رو مینویسم ساده ترین واکنش هایی که به ذهنم میرسه مثلا N2 به علاوه 3 تا H2 میدهد 2 تا N3 اولش میخوایم اینها رو با هم دیگه اثبات بکنیم در حد 5 دقیقه بعدش وارد مسئله بشیم مطمئن باشید داخل مسئله سورپرایز خواهید شد مطمئن باشید یه نگاه دیگه به حل مسئله خواهیم داشت یه سوال خیلی ساده دارم میپرسم اگر من بخوام 8 مول از این داشته باشم چند مول از این میخوام چند مول از این میخوام یه سریاتون احتمال قریب به یقین چشمی اینا رو حل میکنید میگید که آقا خب مثلا 1/3 اینجا هم که 2 2 4 برابر شده 8 طبعا اینم چی میشه؟ میشه 4 برابرش یعنی ضرب در 4 میشه چون این ضرب در 4 شده این میشه 12 مول این یکی هم میشه چقدر؟ 1 مول ببخشید 4 مول 1 ضرب در 4 میشه 4 اینا همتون بلدید
یه نکته‌ای که الان می‌خوایم اینجا بهش برسیم این که ضرایب ما نسبت‌های مالی رو به ما نشون میدن. نکته قشنگش اینجاست که الان من از تو دل این می‌خوام کسرهای تناسب رو اثبات بکنم. نگاه کن. من میام میگم تک تک اینا رو بیا بذاریم تقسیم بکنیم. تک تک اینا رو من بذاریم تقسیم بکنم، این میشه 4 تقسیم بر 1، این میشه 12 تقسیم بر 3، اینم میشه 8 تقسیم بر 2. تک به تک اینا با هم دیگه چی هن؟ مساوی هن و برابر یه عدد ثابت هن. حالا الان اینجا شده 4، ممکنه بعضا بشه 5، ممکنه بشه 1000 اصلا. مهم اینه این نکته اینجا ایجاد میشه، مول هر کدوم از مواد شرکت کننده داخل واکنش تقسیم بر ضریبشون بشه یه عدد ثابت به من میده. آقا یعنی چی؟ اینجا نکته می‌نویسم. نکته مقدار مول تقسیم بر ضریب برای هر ماده در یک واکنش عددی ثابت است. آقا این به چه دردمون میخوره؟ ما توی استوکیومتری یاد گرفتیم که همه چیزو به چی تبدیل میکنیم؟ به مول. اینجا یاد میگیریم مول هر کدوم از اینا تقسیم بر ضریبش یه عدد ثابت میشه، میتونم با هم دیگه مساوی بذارمشون. نگاه کن اینجا، من اینجا نمیبارم بالا، بریم سراغ کسرهای تناسب. ما الان یاد گرفتیم مول تقسیم بر ضریب برای هر ماده ثابته. آقا خب اومدیم و به ما گرم داد، چی کار میکنیم؟ گرم رو میایی تقسیم بر جرم مولی میکنی، این میشه چی؟ این میشه مول. مولم که داشتی تقسیم بر ضریب توی مخرج ضرب نوشتم. آقا اگر تعداد به ما داد چی؟ تعداد اگر داشتی تقسیم بر 6 ممیز 0 ضرب در 10 به توان 23 ضرب در ضریب. آقا اگر چگالی داشتم چی؟ چگالی، چگالی یعنی چی؟ یعنی جرم تقسیم بر 8. سوال بدیهی دارم میپرسم و فکر نکنید اینقدر ساده است. من اگر اینو ضرب در حجم بکنم به من جرم میده. جرمم اگر داشتم تقسیم بر جرم مولی میکردم، ضرب در ضریب. یه کسر دیگه میمونه که اون چه کسریه؟ لیتر استیپی تقسیم بر 22.4 ضرب در ضریب. من کلن مسئله های شیمی رو با همین 4-5 کسر حل میکنم. ممکنه مثلا یه حجمی هم به من بده که حجم مولیش فرق بکنه. دیدید یه سری سوالا رو میگه حجم مولی فلان گاز در این شرایط مثلا 20 لیتره. میام اینجا دیگه تقسیم بر حجم مولی میکنم، ضرب در ضریب. این تمام اون چیزیه که من داخل علم شیمی برای حل مسئله های کنکور بهش نیاز دارم و مطمئنم باشید روشی سریعتر از این روش نیست، مگر اون تکنیکایی که من دارم میگم که تو دل سوال دونه به دونه با هم دیگه صحبت میکنیم. خب این همون کسراست. بریم سراغ مسئله اول. گفته طبق واکنش موازنه نشده زیر برای تولید اینقدر مولکول H2 برگردیم، برای تولید اینقدر مولکول H2 به چند لیتر هوا در شرایط STP نیاز است. خب این از من به تو نصیحت، واحد بیان کننده سوال مشخص میکنه که تو چی کار بکنی برای حل سوال. یعنی چی؟ الان اینجا مگه به تو تعداد نداده؟ از تو چی میخواد؟ لیتر میخواد. تو چه شرایطی؟ STP. پس یه بار کسر تعداد رو مینویسی، یه بار کسر حجم STP رو مینویسی. من میام اینجا مینویسم تعداد، اولین مسئله است دارم خود همون کسر رو هم مینویسم، تعداد H2O تقسیم بر 6 0 2 ضرب در 10 به توان 23 ضرب در ضریبش. این طرف یه لیتر هوا دارم تقسیم بر 22.4 ضرب در ضریب. آقا الان اینجا هوا نداریم تو واکنش که. راه حل بچه معمولی ها میدین چه شکلیه؟ میان اولین لیتر O2 رو حساب میکنن، حالا با هر روشی، بعد میان 5 برابرش میکنن. ما چی کار میکنیم؟ اول موازنش کنیم. موازنش که بکنم این میشه 3، این میشه 2، این هم میشه 3. همیشه یادت باشه اگر خواستی لیتر هوا رو از لیتر O2 به دست بیاری این نکته رو مینویسی. نکته من چطور ببینم
چرا جزوه هم هست براتون ارسال میشه حتما. نکته برای محاسبه حجم هوا ضریب O2 را 5 برابر کرده و برای هوا کسر می نویسیم. آقا یعنی چی؟ الان ضریب O2 چنده؟ 3. 5 برابرش کن هوا. یه ماده جدید به اسم هوا من به این اضافه میکنم. اون وقت میام برای هوا کسر می نویسم. نگاه کن، به من گفته 18.06 ضرب در 10 به توان 23 تا آب تقسیم بر ضریب آب چنده؟ 3. نگاه کن دارم فقط جایگذاری میکنم. ضرب در 6.02 ضرب در 10 به توان 23 مساوی با چی میخوام؟ لیتر هوا رو میخوام، ندارم. x تقسیم بر 22.4 ضریب شنده. ضریب هوا الان چنده؟ 15. حالا بیا حساب کن. 10 به توان 23 با 10 به توان 23 میره. 3 6 تا 18 تا با این میره. 1.5 برابر STP رو بچه ها باید حفظ باشن. سر کلاس من توی حل مسئله یاد میگیرید. 1.5 برابر STP میشه چقدر؟ میشه 33.6. حالا یه اشار رفته اون طرف میشه 336. x میشه چقدر؟ 336 شد 4. تمام. با دو تا کسر. تست جدیدم هستش، فکر نکنی تست قدیمیه، برام نیست 4 سال اخیر. بریم سراغ مسئله بعدی. من یه خورده تایم بدم بچه ها بنویسن این جزا رو، بعدا میتونیم روی پنل بذاریم ما برای بچه ها. عالیه. خب پس بچه ها ما بریم جلو. برای این که یه خورده سعی کنیم بیشتر مسئله ببینیم، شما نگاهتون عوض بشه به مسئله حل کردن. به خدا مسئله ها از این چند عبارتی حل کردن ها راحت تره ها. تو مسئله رو فرمول میذاری حل میکنی تموم میشه میره، اما چند عبارتی یه عبارتش رو لنگ بزنی بعد بفهمی، اصلا فکر کنی درست اشتباه بزنی پریده ها. یه خورده محاسبات نیاز داره، فقط محاسبات هم سعی کن با من جلو بیای. من حتی تکنیک محاسباتی هم یواش یواش میگم. بریم سراغ سوال دوم. سوال پدر مادر داره ها، از این سوالایی که سخت دبیرا میگن نمیاد. به من گفته که اگر از واکنش کامل 9.6 گرم هیدروکسید یک فلز 3 ظرفیتی با مقدار کافی محلول سولفوریک اسید مطابق واکنش موازنه نشده زیر 18.9 گرم نمک تشکیل شود. آقا نمک کدومه؟ این که آبه. طبعا نمک چی میشه؟ این میشه 18.9 گرم M2SO4 سه مرتبه. هیدروکسید یک فلز 3 ظرفیتی کیه؟ این که سولفوریک اسیده، پس این یکی میشه هیدروکسید یک فلز 3 ظرفیتی 9.6 گرم MOH3. تا اینجا قبول؟ اول به موازنش کنیم. من تو فصل اسید و باز میگم به بچه ها، اینجا هم الان میگم برای اینکه بچه ها حداقل یه یادگاری تو فصل اسید و باز داشته باشن. همیشه وقتی یه اسید به علاوه یک باز میشه میدهد نمک به علاوه آب. آقا خب اینه که ما میدونیم، همه کتابا نوشتن، اما داره اینجا اسید چی اسیدش کرده؟ تعداد هاش مثبتاش. اصطلاحا بهش میگن ظرفیت اسید. برای موازنش شما تعداد هاش مثبت رو میذاری ضریب این، ضریب باز. باز چی بازش کرده؟ اوهاش منفی تو فرمولش، یا ظرفیت باز. حالا همه بازا نگیم اوهاش منفی دارن، یه سری ایراد بگیرن به ما. اوهاش منفی داره، تعداد اوهاش منفی میشه ضریب اسید. نمک همیشه ضریبش یکه، ضریب آب هم میشه هاش مثبت در اوهاش منفی. پایین رو نگاه کن، چند تا اوهاش داره؟ 3 تا. ضریب این میشه 3. چند تا هاش داره؟ 2 تا. ضریب این میشه
دو. این که یکه، دو سه تا، شش تا. تمام. موازنه چرا اینقدر مهمه؟ فرض کن 20 تا مسئله داخل کنکور میاد. هر سوالش هم یه دونه موازنه داشته باشه. که الان چند تا سوال چند مرحله‌ای هم اومده، 10 تا سوال چند مرحله‌ای داخل کنکور 99400 اومد هر کدومش. من فرضم بکنم تو بهترین شرایط ممکن تو 20 ثانیه برای موازنه کردن زمان میذاری. 20 تا سوال 20 ثانیه میشه 400 ثانیه. من رضا فولادپور با تو یکسان علمم. تنها فرقی که ماها داریم اینه که من موازنه ها رو اینطوری با تکنیک حفظم، بعضی هاشون رو اصلا انقدر مهمن ذریبا رو حفظ کردم، تو این کار رو نکردی. من همینطوری 400 ثانیه حتی جلوترم. 400 ثانیه میشه چند دقیقه؟ بگو. 6 دقیقه و 40 ثانیه. 6 دقیقه و 40 ثانیه میشه تقریبا 6 الی 7 است. من 6 الی 7 است، تقریبا 20% حتی جلوترم. اینه که تفاوت و رقم میزنه. اینه که بچه هایی که سر کلاس من میان یه کوچولو نگاه دیگه ای به شیمی دارن، میان که بتره کنن، میان با تکنیک و همه این قصه ها در کنار یاد گرفتن و مفهوم بتره کنن سوال ها. تا الان ما اینا رو فهمیدیم. مگه اینا گرم نیست؟ کسر گرم چی بود؟ گرم تقسیم بر جرم مولی ضرب در ظریف. گرم اینو که دارم، جرم مولیش یه امو ندارم. خودشم چی خواسته از من؟ جرم مولی فلز رو خواسته، ام رو ندارم. تقسیم بر جرم مولی، امو که ندارم، به علاوه اوهاش، او 16 هیدروژن یکه، 3 تا 17 تا میشه چقدر؟ 51. ضریب ام اوهاش شنده 2 مساویه با این طرف. جرم مولی بنیان ها رو بچه ها حفظ باشید. جرم مولی سولفات چنده؟ 96. 96 ضرب در 3، نه اینطوری 300 بشینی حساب بکنی ها، 96 ضرب در 3، 96 به چه عددی نزدیکه؟ به 100. 3 تا 100 تا میشه چند تا؟ 300 تا. 96 من با 100 چقدر فرقش بود؟ 4. ضرب در 3 هم شد دیگه، 12 تا از 300 کم کن، آفرین، میشه 288. چند تا ام داره؟ 2 ام. تا الان جرم مولیشو به دست آوردن، ضریب شنده 1. تا اینجا نوشتیم 96 دهم تقسیم بر جرم مولیش ام بر 51 ضرب در 2 که ضریبشه، 18.9 دهم تقسیم بر 288 به علاوه 2 ام ضرب در 1. اینجا هم جرم مولی رو ضریبشه. دو تا راه داری، یا اینکه بیای دونه به دونه مثل این بچه‌هایی که وارد بهزیستی میشن تک به تک، یه ما داره یه مجهوله دیگه، ام فقط مجهول منه، بشینی تا آخر حساب بکنی، یا اینکه نه بیای از این تکنیک استفاده بکنی. انقدر هم زیاد شده تو سوال 99400 که یه پارامتر مجهوله و از این روش خیلی سریع میشه به جواب رسید. تا جایی که میتونیم میایم ساده کنیم. ساده کردن رو نگاه کن، این یه رقم اشار داره، اینم یه رقم اشار داره. 2 با 96 میشه چقدر؟ 48. این مجموع ارقامش به 3 بخش پذیره، پس من اینو به 3 ساده میکنم میشه 16، اینم به 3 ساده میکنم میشه 63. خوب گوش کن، طرف این وسطه میکنم وای میستم، 63 در ام به علاوه 51، این طرف 16 در 288 به علاوه 2 ام. من از شما سوال میپرسم، شما تو ریاضی خوندید آ اگر مساوی بی باشه، خب همه اجزاشون با هم دیگه برابرن دیگه، یعنی یکانهاشون با هم دیگه چی هن؟ برابرن. من میگم آقا این دوتا عبارت باید با هم مساوی باشن، وقتی مساوی هن باید یکانهاشون هم با هم دیگه چی باشه؟ مساوی باشه. آقا یعنی چی؟ یعنی من میام یکان جایگذاری میکنم. اولین یکانی که جایگذاری میکنم یکان صفره، 20 یکانش صفره دیگه، جای ام میذارم 20. صفر به علاوه یکان این میشه چند؟ 1. 1 ضرب در 3 میشه 3. ببینیم آیا برابر یکان این طرف میشه یا نمیشه. نگاه کن، 2 صفر تا 0 تا به علاوه 288 این یکانش که 8 میشه 8. 8 6 تا 48 تا یکان شد 8، پس اینا با هم دیگه برابر نیستن، پس عمرن یکان من صفر نمیتونه باشه، میمونه گزینه 3 و 4.
اگر سه جواب بود که هیچ میزنیم رد میشیم، نبود قطعاً چهاره. نگاه کن، من 9 رو میذارم جاش، 9 علاوه 1 میشه 10، یکانش 0. 0 هم تو هر چیزی ضرب بشه یکانش 0. میایم این طرف، 2 تا 18 تا یکانش چنده؟ آن 288 288 یکانش 8. 2 تا 18 تا میشه چقدر؟ یکانش 8. 8 تا 8 16، یکانش 6. 6 6 تا 36 تا. این هم باز مساوی نبود. یه بار دیگه میگم، اینجا من باید 9 بذارم دیگه. اینجا نگاه کن، یکانش 9. 9 و 1 10، یکانش 0. 0 تو 3 ضرب بشه میشه 0. میام این طرف، 2 تا 18 تا یکانش 8. 8 با 8 میشه 16، یکانش 6. 6 6 تا 36 تا برابر نیست. من برای اینکه اثبات کنم این روش جواب میده، این 45 رو هم میذارم. نگاه کن، 45 یکانش 5. 5 و 1 6. 6 3 تا 18 تا یکانش شد 8. بریم اون طرف، 2 5 تا 10 تا یکانش 0. 0 و 8 میشه 8. 8 6 تا 48 تا یکانش شد 8. پس این دوتا با هم برابرن، جواب میشه گزینه 4. کجا دیدید مسئله رو اینطوری حل کنم؟ بیایید دونه به دونه اینا رو ضرب کن، لعنت اینا کن، اینا رقم اعشاری ضرب و تقسیماش به خدا قسم طول میکشه. شما اینو با اینا مقایسه کن، اتفاق عجیب غریبی میفته وقتی تو اینا رو یاد بگیری. بچه ها نظرشون؟ نظر بچه ها؟ خب الحمدلله، الحمدلله. بریم سراغ ادامه، بریم سراغ ادامه. سوال بعدی گفته که منو برام بالا، گفته که با توجه به واکنش‌های موازنه نشده زیر در شرایط STP، حجم گاز تولید شده از تجزیه چند گرم NiNO3 با حجم گاز تولیدی از تجزیه اینقدر گرم KClO3 در همون شرایط برابر است. من اول بیام موازنه کنم، موازنه این میشه 2 2 3، موازنه این هم میشه 2 2 1. تا اینجا قبول؟ توی این سوال ها که ما اسمشو میذاریم سوال های مولتی واکنش، این بالا هم مینویسم مولتی واکنش، دو تا اتفاق ممکنه بیفته. اتفاق اول، من خود سایز قلم رو کوچیک‌تر کنم. اتفاق اول، فراورده یکسان به میزان برابر تولید بشه. الان اینجا ما O2 داریم، اینجا هم O2 داریم. خودش گفته حجم گاز اولی با حجم گاز دومی چی باشه؟ برابر باشه. حالت دومش هم که جلوتر بهش میرسیم، فراورده اولی بشه واکنش دهنده دومی. مثلا تو واکنش اول گاز اکسیژن تولید بشه، همون گاز اکسیژن با همون مقدار بیاد تو واکنش دوم بشه واکنش دهنده مصرف بشه، با تو واکنش دوم یه چیز دیگه ای تولید بشه بیاد تو واکنش سوم مثلا مصرف بشه، دومینووار هی ادامه دار باشه. اگر این اتفاق بیفته، ما میاییم ضریب ماده های مشترک رو چیکار میکنیم؟ برابر میکنیم. ضریب ماده های مشترک را برابر میکنیم. الان بالا ضریب ماده مشترکمون 3، ماده مشترکمون O2 دیگه، بالا ضریبش 3، پایین ضریبش چند؟ 1. من چیکار میکنم؟ میام پایینو کلا ضرب داره 3 میکنم ضریباشو. این میشه 6، این میشه 6، این میشه 3. آقا خب این به چه درد ما میخوره؟ خوب گوش کن، وقتی این اتفاق بیفته تو مستقیم بین معلوم و مجهولت میتونی تناسب بنویسی. الان داده سوال چیه؟ گرم کاسیلوسه. خب من میام مینویسم 122.5 گرم KClO3 به من چی شده؟ داده شده. تا اینجا قبول؟ 122.5 گرم KClO3 به من داده. حالا
گرم اگر داشتم چیکار میکردم؟ تقسیم بر جرم مولی ضرب در ضریب. کالسیل و سه از اون جرم مولی هاییه که باید حفظ کنی، وگرنه باید با اینا بیای حساب بکنی. 122.5 جرم مولیشه ضریب شند کالسیل و سه دو مساویه با چی میخوام؟ گرم NaNO3 ندارم، اینجا میذارم X گرم NaNO3 تقسیم بره جرم مولی شند 85 ضریب شند ضریبش الان شده 6 دیگه دو نذاری الان شده 6. میدونی اگر این کارو نمیکردی باید چی کار میکردی؟ اگر روش ضریب تبدیل میرفتی که اول باید چه ضریب تبدیل چه تناسب معمولی، یعنی کمی کسرایی که من دارم میگم به حالت معمولی نگاش کنی، بعد میومدی اول اودو رو حساب میکردی، بعد از اودو میگفتی اودو بالا با اودو پایین برابره، بعد از اودو به این میرسیدی آقا ما میخوایم غذا بخوریم اینطوری غذا میخوریم، اینطوری که غذا نمیخوریم، با دو تا کس سری به جواب میرسن. نگاه کن 122.5 با 122.5 ساده میشه، 2 با 6 ساده میشه، 3 تا 80 تا 240 تا 3 5 تا 15 تا. تو مدرسه بهت یاد دادم که از این طرف ضرب کنی، من دارم بهت میگم از این ور ضرب کنا، خیلی راحت تره. 3 تا 80 تا 240 تا 3 تا 5 تا 15 تا با 240 میشه 255. x من شد 255 گزینه دوم. اینه قدرت نگاه جدید به حل مسئله شیمی. وقتی شما بیاید اینطوری نگاه بکنید واقعا کارتون راحت میشه. بریم سوال بعدی. سوال کسی نداره؟ بریم سوال بعد. خب سوال بعدی گفته که از سوختن کامل 3 مول ترکیب فلان در شرایط استیپی مقدار اینقدر لیتر گاز کربن دی اکسید و مقداری آب به دست میاد، این کدام است؟ نکته، اگر من ترکیب عالیمو CX هاش Y بگیرم، CX هاش Y بگیرم، به اندازه نکن معادله نمی نویسم، به اندازه X هاش به من CO2 میده، به اندازه Y هاش به من به اندازه نصف Y هاش به من چی میده؟ H2O میده. اگر کسی دوست داره ضریب O2 هم بدونه، با X به علاوه Y چهارم O2 میسوزه یه هیدروکربن، درسته؟ چون اینجا هیدروکربن نیست، مهم نیستش اینجا من هیدروکربن نوشتم یا نه، اینجا اگر OZ هم باشه اینجا نسبتا ثابته، برقراره، یعنی هر ماده عالی اکسیژن داری که باشه اندازه کربن هاش CO2 تولید میکنه، اندازه نصف هیدروژنش آب تولید میکنه. نیازی هم نیست، دارم در گوشی بهتون میگم، نیازی هم نیست شما واکنشو کامل بنویسی موازنه کنی، همین که نسبت ماده ها رو بلد باشی کفایت میکنه. آقا یعنی چی؟ الان ماده من مگه CN H2N به علاوه 2O نیست؟ گفتیم چند تا CO2 تولید میکنه؟ اندازه کربناش N تا CO2 تولید میکنه. به من چی داده؟ لیتر گاز کربن دی اکسید. پس من زحمت میکشم برای کربن دی اکسید کسر لیتر رو مینویسم، 201.6 دهم تقسیم بر 22.4 دهم ضریب شند N. چی میخوام الان؟ N کدام است؟ مول اینو بهم داده، مولش رو بهم داده چقدر؟ 3 مول. مینویسم 3 مول از این ترکیب CN هاش 2N به علاوه 2O. مول داشتم چیکار میکردم؟ تقسیم بر ضریب. ضریبش الان چنده؟ 1 دیگه. از اینجا تو باید N رو حساب کنی. اگر خیلی دانش آموز تنبلی هستی، من اینو الان با دو تا روش عجیب غریب حلش میکنم. خب با دو روش خیلی عجیب غریب من شروع میکنم اینو حل کردم. حالا که این کسرا رو نوشتن خودش یه هنره. همه بچه هایی که از بهزیستی این سوال رو حل میکنن میان چیکار میکنن؟ میان این واکنش رو کامل مینویسن،
موازنه میکنن، ذریب پیدا شد تازه شروع میکنن به کس نوشتن، یا اینکه نه از همون روش کتاب درسی ذریب تبدیل رفتن. ما نه، ما میایم میگیم آقا هر چقدر این کربن داشته باشه این ور CO2 تولید میشه، تمام. بعد شروع میکنیم کس نوشتن. اعتقاد اول تو حل مسئله های شیمی اینه که همه عددا باید با هم ساده بشن، باید با هم ساده بشن. من از تو سوال میپرسم، انتظار ندارم تو این روش اولی که دارم حل میکنم به ذهنتون برسه ها، انتظار ندارم. 10 تا 22 و 14 میشه چقدر؟ میشه 224. از این بیشتر شد، درسته؟ 9 4 تا میشه 36 تا، یکان شند 6. به ذهنم میرسه که این 9 برابر اینه. حالا میخوام چک کنم ببینم آیا درسته یا نه. 10 تاش که شد 224، یه 22 و 14 از 224 کم بکنید دقیقاً 201 و 6 به دست میاد. پس این دوتا با هم دیگه ساده میشن، میشه چند؟ 9. 3 با 9 هم میره میشه 3، n من شد چند؟ 3. انتظار ندارم این روش یهو به ذهنت بیاد. تو طول کلاس چند جلسه ای که با هم دیگه داریم این حالا چی میگن نبوغ رو من بهت انتقال میدم که به اینجا هم فکر بکنی. فرض میکنم اینم یادت نمیاد، میریم سراغ چی؟ خوب نگاه کن. من فرض میکنم این یادت نمیاد، برمیگردم رو همون کسرم، طرف این وسط این میکنی، طرف این وسط این کنم میشه 3 ضرب در 22 و 14 ضرب در n شده چند؟ 201 و 6. قانون ما چی بود؟ اگر a مساوی b پس یکانهاش هم چیه؟ برابره. نگاه کن اینجا رو، 3 تا 14 میشه 1 و 2. یکان شند 2 تا اینجا، یکانه 2، یکانه این بر چند دهمه؟ 6. 2 ضرب در چند میشه؟ 6 ضرب در 3. این من به دست اومد 3. تمام. فقط من لبخند میزنم دیگه، چیزی نمیگم. کجا دیدید این روش رو؟ کجا دیدید اینطوری بخوان به حل سوال نگاه بکنن؟ الان بچه ها دیگه حس میکنم بله ضبط میشه کلاس، تو تمام پنل ها هم قرار داده میشه. الان حس میکنم بچه ها دیگه برگاشون نریخته، خودشون ریختن برگاشون مونده. نه؟ راه حل اول رو میگین یه بار دیگه. چشم. 22 و 14 میشه چقدر؟ ضرب در 10 میشه 224. 224 از این بزرگتره. میگم 10 برابرش نشد، بیا 9 برابرش رو چک کنیم. 9 4 تا میشه 36 تا، یکانش 6، درسته؟ اینم یکانش 6. به ذهنم این احتمال میاد که ممکنه اینا 9 برابر هم دیگه باشن. میگم آقا 10 برابرش که شد 224، یه 22 و 14 ازش کم کنی میشه 9 برابرش. از 224 یه 22 و 14 کم کن، دقیقاً این عدد به دست میاد. این با این میره میشه 9، 9 با 3 میره میشه 3، این من به دست میاد 3 تا. اوکیه؟ خب بریم سراغ تست بعدی. تست بعدی از این تست بد قلقاست. بچه ها اول نگاه بچه ها رو میگم، میگه کدام یک از نمونه گازهای زیر در دمای 37 درجه و فشار 9500 اتمسفر حجم بیشتری داره؟ میگه آقا تو مدرسه به ما معلممون گفته اگر دما فشار تغییر کرد، یک این که سمت سوال نرو، تو اگر وقت داشتی خواستی سوال حل کنی بیا این کارو بکن، بنویس P1V1T1 مساویه P2V2T2، اینو برای STP بنویس، اینم برای شرایط سوال بنویس. میگم دم معلمت کرد، واقعا هم همینطوره. یعنی شما اول باید بیایید حجم مولی گازها رو توی این شرایط به دست بیارید، میایید بنویسید. دارم روشه برگر رو میگم ها، برای STP فشار STP 1 حجمش 22 و 14، دماش 273 کلوینه، این طرف فشارشو به هم داده چقدر؟ 9500. حجم مولیشو که ندارم،
دماش اینجا 37 با 273 جمع بشه میشه 310. از اینجا که هیچ کدوم از این عددا با هم ساده نمیشه، یه ویدئویی رو به دست بیارید. بعد از این که به دست آوردید، دونه دونه میشینید اینا رو به چی تبدیل میکنید؟ به حجم. یعنی 4 تا مسئله استوکیومتریه، دونه به دونه این گرم و این تعداد و این تعداد نیتروژن که برای گاز نیتروژنه رو، این مول گاز اکسیژن رو میایید به حجم تبدیل میکنید تا در نهایت اگر کنکور تموم نشه به جواب برسید. اگر از این روش رفتیم، مطمئن باشید باید مراجعه کنید به بهزیستی. اینو اینجا می نویسم. بچه ها می دونن، بچه هایی که شاگرد منم می دونن بهزیستی کجاست. شما هم ایشالله تو این رونده، تو این کلاسه اگر ادامه دار شد، یواش یواش بیشتر با هم دیگه آشنا میشیم. منم زیاد خوش نیستم، طلبم نیستم، مدلم این شکلیه. قراره این بهزیستی ها رو بهتر بشناسیم. توی بهزیستی حالمون خوبه. بریم سراغ روش من. قبول دارید تک تک اینا چی هن؟ گازن. میام نکته می نویسم. نکته. من اول روی این یه خط بزرگ بکشم. یهو به سرت نزن از این استفاده کنی. نکته. در گازها مقایسه مول مساوی مقایسه حجم. تمام. به جایی که بیام حجمشون رو حساب بکنم، خب میام مولشون رو حساب میکنم. آقا گرم گاز کربن دی اکسیده، گفتیم گرم تقسیم بر جرم مولی به همون چی میده؟ آفرین، مول. 10 تقسیم بر 44 به هم میده مول CO2. تمام، بدش میکنم، همینطوری میذارم بمون. بریم سراغ بعدی. تعداد مگه نیست؟ تعداد 3 0 1 ضرب 10 به توان 22 تا چیه؟ NO. خب من اگر تقسیم بر عدد آووگادروش بکنم به من چی میده؟ مول میده. بیایم اینو ساده بکنیم. 10^22 با 10^23 میشه 10. 3 0 1 با 6 0 2 میشه 2. تا اینجا میشه 1/20 مول NO. بریم سراغ 3. 3 که خودش مول اصلا کارش ندارم، 15/100 مول O2. این یکی رو باید دقت کنیم. این یکی گفته گاز نیتروژنی که حاوی اینقدر تا اتم نیتروژنه. خودت میدونی N2 میده چند تا اتم نیتروژن؟ 2 تا اتم نیتروژن. ببین من میدونم دیگه، N2 من با 2 تا نیتروژن در تناسبه. خب من الان تعداد نیتروژن رو دارم، 3 0 1 ضرب 10^23. چی کار میکردیم اگر تعداد بود؟ تقسیم بر عدد آووگادرو ضرب در زریم. عدد آووگادرو 6 0 2 ضرب 10^23 زریب شنده 2. چی میخوام؟ مول این 20 ها رو میخوام. میگم مول N2 تقسیم بر ضریب شنده 1. حساب کنیم. 10^23 با 10^23 میره. 3 0 1 با 6 0 2 میشه 2. 2 2 تا 4 تا. پس تا اینجا مول N2 من به دست اومد 1/4. سوال به من گفته کدوم یک از اینا حجم بیشتری داره؟ حجم 20 ها با خط بزن، بنویس مول بیشتری داره. حالا بیا مقایسه کنیم. این که 15/100 نسبت به اینا عدد کوچیکتریه دیگه. این ور که شد چند؟ 1/20، این میشه 500. این هم عدد کوچیکیه. پس 2 و 3 عمرن نمیشه. بین 1 و 4 داریم مقایسه میکنیم. یکیش 10^44، یکیش 1/4. میخوایم ببینیم کدوم بزرگتره. آقا این 1/4 رو بنویس 10/40. صورت اگر برابر باشه، هرچی مخرج کوچیکتر، کسر من چی میشه؟ بزرگتر میشه. پس در نتیجه این بزرگتره. جواب میشه همین گزینه 4. اگر سوتی میدادی اینو خود گاز نیتروژن میگرفتی، اون وقت قصه عوض میشد دیگه، جواب درست به دست نمیومد. اوکیه؟ حل بچه ها. دیدید خیلی راحت تر از اینکه حجم رو اول بیایم حساب کنیم بعد دونه دونه اینا رو بیایم به حجم تبدیل کنیم، واقعا کار طاقت فرسایی. خب بریم سر وقت سوال بعدی.
آها سوال نابا بخونیمش. گفته اگر در واکنشی که معادله موازنه نشده آن به صورت فلان است، اینقدر لیتر گاز SO2 در شرایط STP تولید شود. اختلاف جرم واکنش دهنده های شرکت کننده در این واکنش چند گرم است؟ تا اینجا اگر هرچی سوال حل کردم، برگاتون خیلی صفر چسبیده و نریخته تا الان، تو این سوال کاملا میریزه. نگاه کن. ما داریم که اول ببینیم موازنه کنیم. دو تا S داره، اینجا دو تا S. بعد دو تا هیدروژن داره، اینجا هم دو تا هیدروژن، چهار تا و یکی پنج تا، پنج دوم O2 هم اینجا داریم. آقا منم دوست ندارم ضرب داره دو بکنم، دوست دارم همینطوری بنویسم. خوب نگاه کن. 13 و 44 از من به شما نصیحت، اگر توی STP باشه، چون هم توی 99 هم توی 1400 این تیپ عدد تکرار شده، اینو بلد باشید میشه 0.6 مول. آقا کجا به دست اومده؟ اینو اگر تقسیم برای 22 و 14 بکنید دقیقا میشه 0.6. اوکیه تا اینجا؟ خب راه حل عوام، مردم عادی چه شکلی حل میکنن اینو؟ میان میگن که خب آقا ما بیایم یک کسر اول برای SO2 بنویسیم، تقسیم برای ضریبش، ضریبش شند 2. بعد بیایم این طرف بگیم اختلاف چی رو از من میخواد؟ اختلاف جرم واکنش دهنده های شرکت کننده رو میخواد دیگه. یه بار جرم اینو به دست بیاریم، یه بار هم جرم اینو به دست بیاریم، بعد از هم دیگه کم بکنیم، کنکورم تموم شده دیگه، کلان اصلا دیگه هیچی دیگه، پسرها به سربازی، دخترها به چیزهای دیگه فکر میکنن. خوب نگاه کن اینجا رو، قراره با هم دیگه چیز رو یاد بگیریم. هر وقتی داخل مسئله از شما یه پارامتر پرسید، پارامتر یعنی چی؟ اطلاعاتی که مربوط به یه ماده نیست، مثلا اختلاف جرم واکنش دهنده های شرکت کننده، مجموع حجم فرآورده های تولیدی، اختلاف جرم فلان فرآورده با فلان فرآورده، مجموع فلان فرآورده با نمیدونم، اینا رو اگر ازت پرسید تو میای چیکار میکنی؟ میسازیش. آقا یعنی چی میسازیش؟ H2S2 به من بگو جرم مولیش چقدره؟ 2 تا 32 تا 64 تا با 2 میشه 66 گرم. این تا اینجا H2S2 یکی از واکنش دهنده هم 1 مول H2S2 دیگه، فعلا با اطلاعات مسئله کاری ندارم. اون یکی 5 دوم میشه 2.5 دیگه، اون یکی 2.5 مول چیه؟ O2ه، O2 هم که جرم شنده CO2. 2 تا 32 تا 64 تا نصف CO2 هم میشه 16، با 64 میشه 80 گرم. 80 گرم O2، 66 گرم H2S2. این دوتا چقدر تفاوت دارن؟ 14 گرم تفاوت. سوال از من چی میخواد؟ اختلاف جرم واکنش دهنده، من بلد نیستم دیگه، X گرم اختلاف جرم واکنش دهنده ها. اگر گرم داشتیم چیکار میکردیم؟ تو مخرج جرم مولی و ضریب میذاریم. من که جرم مولی ضریب رو تأثیر دادم، تو مخرج همین 14 رو میذارم، ساختمش دیگه، 14 رو میذارم تو مخرج، همون چیزی که سوال خواسته بود و اول با واکنش ساختم، بعد میام میذارمش تو مخرج. نگاه کن اینجا رو چقدر جنگی سوال حل میشه. 2 با 6 دهم میشه چقدر؟ 3 دهم. 3 تا 14 تا 42 تا یه اشار هم داره، X به دست میاد، 4.2 گرم اختلاف. اینجا دیگه نعره زنم باید به سمت بیابون روونه بشی. این سوال رو ناکن، من اصلا محاسباتم نداره، یعنی این نگاه ما باعث شد که توی انقدر سوال حل بشه و سوال بی نهایت سختیه، هم به خاطر عدداش، هم به خاطر چی؟ به خاطر چند مرحله‌ای بودنش. اینه که میگم آقا نگاهتون به شیمی رو عوض بکنید. نگاه به شیمی اگر عوض بشه واقعا اتفاق خوبی میفته. و
بچه ها چطور بود؟ توی کنکور اومده. بچه ها این تست دقیقا مشابه کنکور 99 مشابه ها شبیه سازی کردم که اینجا با هم دیگه حل بکنیم که پس فرا رفتی تو کنکور تستن تو کتاب تستت هر کتاب تستی هم دوست داشتی بزن اونجا فقط میتونی بری که اینها رو انجام بدی. زده اینجوری تو فانی شروع کردیم برای قلب ما بعد ها قرمانت دارم چون دوستت دارم اینطوری کردم. آره دیگه آره بریم سراغ ادامه بچه هایی که هستن و هیچ علامه حیاتی از خودشون نشون نمیدن خواهش میکنم یه علامه حیاتی از خودشون نشون بدن اصلا دوستتون داره. تست 99 رو آوردم الان اینجا با هم دیگه حل بکنیم. همون کنکوره که گفتن خیلی سخته، همون کنکوره که گفتن عدداش ساده نمیشه، همون کنکوره که گفتن موازنه هاش خیلی وقت گیره، همون کنکوره که کسی از معلم‌ها درصد کلید 100 نداشت توی خود قلمچی، یک یا دو نفر بودن. من توی گاج 100 زدم تو همون روز کنکور توی حل تشریحیش آنلاین برای بچه‌ها سوال حل کردم. الان آوردم 99 رو به چشم ببینید. سوالی که دو مرحله ای ها نکته اگر سوالی توی کنکور دو مرحله ای بود شما در صورت امکان میرید مرحله ای رو حل میکنید که با بقیه متفاوت باشه. سوال اول بخونیم. گفته پس از موازنه معادله واکنش ها نسبت مجموعه ضرایب استوکیومتری واکنش دهنده ها در واکنش دو به مجموعه ضرایب استوکیومتری فراورده ها در واکنش یک کدام است؟ این مرحله اول. و اگر در واکنش دو 10.7 گرم ماده نامحلول در آب تشکیل شود چند لیتر گاز اکسیژن در شرایط استیپی مصرف می شود؟ اوکی؟ خب من اگر خودکشی هم بکنم بخوام مرحله اول رو حل بکنم چه اتفاقی میفته؟ 65 صدم 6 دهم 6 دهم. نهایتا دو تا گزینه هست میشه. اما اگر بخوام مرحله دوم رو حل بکنم 2.28 1.68 1.45 1.25. آقا چرا اولش گفتی در صورت امکان؟ خب ممکنه که 2:2 با هم دیگه فرق نکنن. و نکته بعدی حتی اگر فرق بکنن ممکنه که چه اتفاقی بیفته؟ مرحله اول به دوم ربط داشته باشه. برای همین گفتم در صورت امکان. ولی بچه‌ای که میخواد سر جلسه کنکور با اون استرس بشه تراکتور وار فکر کنه سوال تشریحیه. ولی اگر این نکته ها توی ذهنش مرور بشه خیلی راحت‌تر با سوال برخورد میکنه. نگاه کن. من میام مرحله دومو فقط حل میکنم. گفته 10.7 گرم ماده نامحلول در آب تشکیل شده. آقا ما اصلا بلد نیستیم ماده نامحلول چیان. لعنتی تو اگر تو بهزیستی هم درس بخونی متوجه میشی تشکیل شود یعنی توی فراورده. تو واکنش دو چند تا مگه فراورده داری؟ FeO هاش 3 یه دونه فراورده. طبیعتا ماده نامحلول اینه، فازش هم چیه؟ جامد. بیایم موازنه کنیم. این واکنش از اون واکنش مهم ماست. واکنش زنگ آهن توی محیط معمولی تو فصل دو تو اون فرایند زنگ آهن خوندید. حتما با ضریب حفظش کنید. 4 تا آهن 6 تا آب 3 تا اکسیژن میده 4 تا FeOH3. تست 99 هم نگاه کن. به من چی داده؟ 10.7 گرم 10.7 گرم FeOH3 تقسیم بده. گرم داشتم چیکار میکردم؟ جرم مولی ضرب در ضریب. اوهاش که 17 ضرب در 3 میشه 51، با آهنش که 56 میشه 107. ضریب FeOH3 4. چی میخوام؟ چند لیتر گاز اکسیژن. میام میگم X لیتر O2. لیتر O2 من تو شرایط STP نیست، پس اینجا می نویسم 22.4. ضریب O2 من چنده؟ 3. شروع کنیم. 10.7 با 107 میشه 10. 4 با 22.4 از اون عدد معروف هست میشه 5.6.
خوب نگاه کن. 3 5 تا 15 تا. 3 تا 6 دهم 1 و 8 دهم. با اون 15 میشه 16 و 8 دهم. یه 10 این ور هست. یه رقم اشار بیا عقب‌تر. 1 و 60 و 8. گزینه دوفمن. 99 بودا با دو تا کسر. محاسبات عجیب غریبی هم من انجام ندادم. تکنیک زدم، با هم دیگه تکنیک هم بررسی کردیم، ولی طوری نیستش که مثلا بگم نه از ماورا اومده تو نمیتونی و اینو. نه میتونی. این کلاس برای اینی که تو بتونی و میتونی. اگر با این نگاه بیای سوالا رو حل بکنی میتونی. تست 99 هم بود. الان شاهد از غیب رسید دیگه. آقا تو کنکور از این سوالا میاد این تست 99. بریم سراغ تستای بعدی. سوال کسی نداره؟ خب میرسیم به تستای یه تست از پی پی ام. پی پی ام کلن این شکلیه که معلماش هم سمتش نمیرن، چه برسه بچه ها. خوب دقت کن اینو. من یه فرمول از پی پی ام بهت میگم، یادگاری بمونه سر این کلاس. پی پی ام میشه گرم حل شونده به روی تن محلول. همین، گرم حل شونده به روی تن محلول. سوال الان به هم چی گفته؟ گفته در 2 تن از محلول آمونیوم سولفات با غلظت 396 پی پی ام چند گرم یون آمونیوم وجود دارد؟ اولین کاری که میکنم میگم پی پی ام شند 396 برای کیه؟ برای آمونیوم سولفاته. آمونیوم سولفات فرمولش میشه NH4 2SO4. 396 پی پی ام. این گرم حل شونده شو که ندارم. X در 2 تنم گفته 2. X میشه 2 ضرب در 396. به من و تو هم ربطی نداره که این ضربش شن میشه. تا آخرین مرحله ضرب و تقسیم انجام نمیده. بچه ها میدونن تو هر یه دونه آمونیوم سولفات چند تا آمونیوم هست. 2 تا آمونیوم. الان به چی رسیدم؟ به گرم آمونیوم سولفات رسیدم. تقسیم بر گرم داشتیم چیکار میکردیم؟ تقسیم بر جرم مولی ضرب در ضریب. این که 96 دو تا 28 تا هم ببینم دو تا 18 تا هم میشه 36 میشه 132 جرم مولی. این ضریب شنده 1 مساویه با چی میخوام؟ گرم اینو میخوام. X گرم آمونیوم NH4 مثبت. تقسیم برای چی میکنم؟ جرم مولیش چنده؟ 18. ضریب شنده 2. به دست بیار. 132 با 396 میشه 3. تا اینجا قبول؟ 2 3 تا 6 تا. 6 2 تا 12 تا. X من میشه 12 ضرب در 18. 10 تا 18 تا میشه 180 تا. 2 تا 18 تا هم میشه 36 تا. 180 با 36 آفرین 216. تست سختی ها. بچه هایی که محلول خوندن میدونن از پی پی ام یه چیزی تازه با تن که تبدیل واحد میخواد بخوایم به گرمش برسیم، از گرمه به گرم یه یون داخلش برسیم، تست سختی. الان با هم دیگردش کرد. پس قرار شد چی رو حفظ کنی؟ پی پی ام میشه گرم حل شونده به تن محلول. هر چقدر من بتونم تو رو از محاسبات زائد، از فرمولهای اضافی، از کارهای اشتباهی که سر جلسه انجام میدی تو رو فاصله بدم، کارمو انجام دادم. سوال بعد. گفته از تجزیه چند گرم پتاسیم نیترات مطابق واکنش زیر در دما و فشار ثابت
14 لیتر گاز به دست میاد. تو ظاهر ساده است. آقا معلم اون به ما گفته که شما اگر حجم و چگالی بهتون دادن می‌نویسین چگالی ضرب در حجم تقسیم بر جرم مولی ضرب در ضریب. میگم دم معلمت گرم، منم سر کلاس میگم، اول کلاسم گفتم. بیام اصلا کس رو بنویسین. گفته چند گرم پتاسیم نیترات، پس اول کسر پتاسیم نیترات رو می‌نویسم. X گرم KNO3. جرم مولی شنده 101، ضریب شنده 4. قراره چیکار کنیم؟ 14 لیتر گازه. آقا این 14 لیتر گاز من نه بلدم شرایط استیپیه که پایین 22.14 هم بنویسم، نه چگالی گازهای دیگر رو به هم داده. آقا گاز من اینجا دو تا گاز دارم، برای همین میگم تو ظاهر راحته، ولی اینجا دو تا گاز. این چگالیه، این لیتره، چقدر برای اینه چقدر برای اون، چیکار باید بکنیم؟ پیشنهاد بدین توی پنل، پیشنهاد بدین چیکار کنیم. ما به نظرتون صدا در آید از دیوار و از ما در نمی آید ها؟ هیچی دیگه. لبخند ملیح و با توکل به خدا سال بعد بی جا کردی. سال بعد اینجا اومدم تا نصف شب که تو نری سال بعد. نگاه کن اینجا رو، سر خط من اینجا می نویسم نکته. کجا می نویسم؟ اینجا نکته. اگر چگالی گاز X داده شد، حجم مولی را داریم. ای چه جذاب. یعنی حجم مولی رو داریم الان. خواهی حجم مولی رو داشته باشم، خواهی اینجا حجم مولی رو میذارم ضریب حل میکنم دیگه، تموم میشه. آقا چه شکلی حجم مولی رو داریم؟ نگاه کن اینجا رو، همه تون فرمول چگالی رو بلدی، ولی اینجا که به نحوه استفادهش میرسیم میخوای استفاده بکنی دیگه گند میزنی. چگالی یعنی چی؟ جرم به حجم. حالا یه سوال، اگر من توی صورت جرم یک مول بذارم، تو مخرج قبول داری بعد حجم یک مول رو بذارم؟ خیلی منطقیه دیگه. تو صورت جرم یک مول ماده باشه، تو مخرج حجم یک مول ماده باشه. جرم یک مول ماده اسم دیگه چیه؟ جرم مولی. حجم یک مول ماده اسم دیگه چیه؟ حجم مولی. یعنی من اینجا میام می‌نویسم چگالی O2 میشه جرم مولی O2 تقسیم بر حجم مولی. حجم مولی که دیگه فقط برای اودو نیست، حجم مولی گازها تو دما و فشار یکسان برای همه گازها برابره. چرا تو میای همه گازها رو تقسیم بر 22.14 میکنی تو STP؟ چون حجم مولی گازها توی STP 22.14. الان میخوایم حجم مولی رو به دست بیاریم. چگالیشو بهم داده چقدر؟ 1.2 گرم بر لیتر. جرم مولی اودو چنده؟ 32. حجم مولی رو ندارم، X. میام میگم که آقا این به 4 ساده بشه میشه 3/10، این به 4 ساده بشه میشه 8. اینا رو با هم جابجا کن. X میشه 8 تقسیم بر 3/10 یا 80/3. به من و تو هم هیچ ربطی نداره که این 80/3 چه عددی میشه، همینطوری بذارش تو اینجا. مگه حجم گاز نیست؟ تقسیم بر چی کن؟ حجم مولی ضرب داره، اینجا ضریب میمونه. آقا من دو تا اندو 5 تا اودو ندارم، رو هم میشه چند تا؟ 7 تا گاز. قبوله؟ خب 7 میام اینجا مینویسم، ضریب گاز هم میشه 7. دیگه محاسبه کن، دیگه محاسبه کن. 7 با 14 ساده میشه چند؟ 2.
دو با این 80 ساده میشه، میشه چقدر؟ 40. این سم که میاد این بالا، دور در دور، نزدیک در نزدیک بکنیم، 4 هم با این 40 ساده میشه، میشه 10. 3 تا 101 303 تا تقسیم بر 10 30 ممیز 3 دهم. دقیق به دست آوردم گزینه اول. تست سنگین هم سر کلاس حل میکنیم. این تست سنگین تو ظاهر ساده است ولی سنگین، دانش آموز میمونه کجا باید شروع کنه. پس چی شد؟ هر وقتی رو اودو بریم، کلش برای چی باید اودو بریم؟ مهندس، جرم مولی اندو با اودو که برابر نیست، پس چگالیش هم فرق میکنه. چه شکلی میتونی برای این اندو چگالی اودو رو در نظر بگیری؟ اینه که میگم اگر بهتون چگالی گاز دادن، توی لفافه بهتون حجم مولی رو دادن. پس بچه ها حواستون باشه که اینجا میشه این کار رو انجام داد. بریم سراغ تست بعدی. خب گفته که هرگاه در دمای 120 درجه سانتیگراد و فشار 1 اتمسفر مقداری گاز پروپان را مطابق واکنش موازنه نشده زیر بسوزانیم، برای تولید 28 لیتر گاز در این شرایط به چند لیتر هوا برای سوزاندن این مقدار پروپان نیاز داریم؟ اول موازنه کنیم. موازنش که بکنم، این میشه 3، این میشه 4، این هم میشه 5. این میشه موازنه من. اولین سوالی که حل کردم نکته گفتم، گفتم اگر لیتر هوا رو خواست اودو داشتیم، میایم چیکار میکنیم؟ ضریب اودو رو 5 برابر میکنیم، یه ماده جدید به اسم هوا به واکنش اضافه میکنیم. این تا اینجا. حالا آقا دمای من 120 درجه است، فشارم 1 اتمسفر، من حجم مولی رو ندارم که. پس بیام چیکار بکنم؟ P1V1 تقسیم بر T1، P2V2 تقسیم بر T2. اگر این کارو کردی 100% بهزیستی، شک نکن. آقا پس چیکار کنیم؟ مگه ما نگفتیم مقایسه حجم داخل گازها با مقایسه مولشون برابره؟ گفتیم این حرفو دیگه. مقایسه حجم داخل گازها با مقایسه مولشون برابره. یعنی اینجا که بهت گفته 28 لیتر گاز توی این شرایط تولید بشه، ما چند لیتر هوا میخوایم؟ یا این لیترها رو خط بزن، 28 مول گاز اینجا داشته باشم، چند مول هوا دارم. لیتر و لیتر رو میتونی به مول به مول تبدیل کنی توی گازها. دوباره میگم لیتر به لیتر رو میتونی به مول به مول تبدیل کنی داخل گازها. آقا این چه حسنی داره؟ ببین سوال سخت ها. P1V1 تقسیم بر T1 مساوی P2V2 تقسیم بر T2 باید بنویسی، بعد حجم مولی رو به دست آوردی، بیا اینجا دو تا کسر بنویسی، شروع کنی به مسئله رو حل کردن، اونجا سرویس میشی کاملا. اما اینجا رو نگاه کن، میام میگم که قرار 28 مول گاز تولید بشه، گاز فراورده، سوتی بچه ها. آقا خب CO2 گاز دیگه، آب حالت مایع داره، عشقم برای همین به تو دما داده. دمای جوش آب چنده؟ 100. الان دمای واکنش چنده؟ 120. پس توی این دما H2O به صورت چی حضور داره؟ بخار. پس این دوتا روی هم به من 7 تا گاز رو میدن. معادله می نویسم، میگم 28 مول گاز تقسیم بر ضریبش که 7، این طرف x مول هوا تقسیم بر ضریب هوا که چنده؟ 25. سختی کار اینجاست، 7 و 28 میشه 4، 4 25 شد 100 تا. تمام، این شد محاسبات من. خودتون قضاوت، من هیچی نمیگم، خودتون قضاوت کنید ببینید که نگاهتون به شیمی درست هست یا نیست.
نگاه کنید ببینید که آیا درست دارید شیمی رو حل میکنید یا نه. آزمون قلمچی گذشته 26 20 چند دهی میشد، همین جنبندی نیم سال اول 12 علیرضایی که رتبه اول شد که من پیجم استوریش کردم شاگرد من بود، با همینا شیمی رو صد زد، تراز افکارم 8 خورده ایم آورد. خودش استوری، من اصلا هیچی نگفتم، اصلا از این اخلاقا ندارم بخوام ایکس رو استوری کنم، یه سلفی از کلاس بگیرم، نمیدونم فلان بکنم، بیسار بکنم، نه. گفت آقا شیمی من به دو قسمت تقسیم میشه، قبل از آقای فولادپور، بعد از آقای فولادپور. استوری خودش برای اینی که این نگاه رو داشت تونست مسئله رو زیر حتی یک دقیقه حل بکنه. میانگین درصداش هم از مهر که قلمچی رو شروع کرده تا الان زیر 80 نیومده. یه روزی ایشالا میارم این سر کلاس باتون صحبت میکنم. ببینید وقتی میگم میشه، میشه واقعا میشه، مطمئن باشید که میشه. دارم حل میکنم یک کیس استادی دیگه از 99400 چند تا دیگه حل بکنم. بریم سراغ بعدی. گفته مطابق شکل مقابل نیم بند از فلز مجهولی به داخل ظرف حاوی مقدار زیادی اسید HCl انداخته شد و در نهایت بالون نصب شده به حجم 11.2 لیتر گاز هیدروژن رسید. کدام گزینه جنس فلز را به درستی بیان می‌کند؟ بچه ها می‌دونید اسید اگر به علاوه فلز بشه، اگر واکنش بدن میده نمک به علاوه گاز هیدروژن. می‌دونید بچه ها چی نوشتن؟ از کدوم پایه شروع می‌کنم؟ من جلسه بعدی دیگه از همون دهم شروع می‌کنم و مسئله های دهم رو با هم دیگه اول شروع میکنیم به حل کردن. فصل یک و فصل دو درس میدم، شروع میکنم به مسئله حل کردن. اولش مسئله جرم اتمی میانگین، بعدش میریم سراغ مسائل عدد اتمی و این قصه ها، بعد مسائل مول و استوکیومتری. دو جلسه اول ما این دوتا فصل رو با هم دیگه خواهیم داشت. شروع میکنیم از پایه، یواش یواش میایم جلو که شما هنر مسئله حل کردن رو یاد بگیرید. اوکیه، بعد دیگه یواش یواش میریم جلو دیگه، دقیقاً به ترتیب تا انشالله ببینیم به کجا خواهیم رسید. فرضاً میکنم توی این مسئله حل کردن صفر صفر اینا. ببین بچه‌هایی که این ویدیو رو به هر طریقی میخوان نگاه بکنن، سر کلاس نبوده، نمیدونم توی پنل میخواد ببینه، تو آپارات، توی هر شبکه مجازی، تو هر جای ایران که هستش میخواد نگاه بکنه، اگر همین جلسه رو ببینه میفهمه یه طور دیگه هم میشه بشیم نگاه کرد. من صرفا این کلاس رو گذاشتم، امروز اومدم اینجا این جلسه رو برگزار کردیم که بتون اثبات بکنم این جمله رو. حرف نمیزنیم، به عمل کار برایت، به سخندانی نیست. یه نفر میاد نه فقط روشای من جواب میده، نمیدونم فلان جواب میده، بیسار جواب میده، بعد یهو تست 99 میذاره جلوش میگه حل کن. نه دیگه، من اینو نگفتم. تستای من جواب فرمولای من فقط به درد 92 3 به قبل میخوره. خب پدرت خوب، مادرت خوب، من میخوام اون کنکورا رو بدم. 1401 کنکور داریم، شیمی هر سال داره سخت و سخت و سخت‌تر میشه. اگر تونستیم 99400 رو با تکنیک و با مفهوم و این قصه حل بکنیم، اوکی. حداقلی که من سرمو راحت روی بالش میذارم، کم نذاشتم برای بچه‌هام. بریم سراغ اینجا. من فلزمو نمیدونم چیه. گزینه‌ها رو نگاه کنید. SN4 مثبت، Ni مثبت، Mg2 مثبت، کروم 3 مثبت. بار همشون فرق میکنه. یعنی تو اگر بتونی بار الکتریکی رو به دست بیاری تمامه. فلزمو چون بلد نیستم M میذارم. اسیدم هم که HCl. درسته؟ خب. گاز هیدروژن هم که خودش گفته تشکیل میشه. حالا من یه سوال بپرسم. اگر این یه بار مثبت باشه با Cl چه فرمولی رو میده؟ میده MCl. اگر دوباره مثبت باشه با Cl چه فرمولی میده؟ میده MCl2. سه بار مثبت MCl3. چهار بار مثبت MCl4. چون نمیدونیم چی میذاریم؟ MClN. نمیدونم بار چنده که. حالا همینو موازنه کن. آقا اینجا یه دونه M داری،
اینجا هم یه دونه ام. اینجا ان تا کلور داری، اینجا یه دونه کلور، پس ضریب این میشه چی؟ ان. اینجا ان تا هیدروژن داری، اینجا بعد ان دوم بذاری که ضرب در این دو بشه، میشه چی؟ ان تا هیدروژن. من موازنه رو نوشتم و تمام. به من گفته نیم مول فلز مجهول، میام می‌نویسم نیم مول ام داریم. مول داشتیم چیکار می‌کردیم؟ تقسیم بر ضریب، ضریب شنده یک. 11.2 لیتر گاز هیدروژن تولید شده. 11.2 لیتر H2 تو چه شرایطی؟ تو شرایط STP. تقسیم بر 22.4 ضریب شنده، ضریب هیدروژن ان دومه. گوش گوش گوش، 2 × 22.4 میشه 11.2. 11.2 با 11.2 میره. طرف این وسط این کنیم، نیم ضرب در ان شده 1. نصف چه عددی میشه 1؟ ان میشه 2. یعنی بار الکتریکیم چند بوده؟ 2 بوده. کدوم گزینه بارش 2؟ گزینه 0. دیدی میشه؟ ببین سوالا به نمیدونم به هر مقدساتی که شما میپرستید قسم، سوالا سوال سختیه که انتخاب کردم. بچه‌هایی که درس خونن سر کلاس نشستن متوجه میشن که این سوالا واقعا سوال راحتی نیست. اینا رو آوردم بگم که میشه راحته که دیگه آب خوردنه. بریم سراغ ادامه. همون تکنیکی داشتیم. گفته مقداری پتاسیم پرمنگنات را وارد یک ظرف سربسته میکنیم و حرارت میدهیم تا طبق واکنش موازنه نشده زیر به طور کامل تجزیه شود. گفته اگر اختلاف جرم MnO2 و K2MnO4 تولیدی از این واکنش برابر 2.75 گرم باشد، مقدار اولیه پتاسیم پرمنگنات چقدر بوده است؟ از روش عادی ببینم چقدر طول میکشه این سوال حل بکنی. باز هم اینجا سیستم برگریزان جواب میدی. گفتم اگر سوال به صورت پارامتری بیان شد، شما چیکار میکنید؟ شما اون پارامتر رو میسازید. آقا یعنی چی؟ موازنش که فقط این یه 2 میگیره. از من چی خواسته؟ اختلاف جرم MnO2 و K2MnO4 تولیدی. همینو بیا بسازیم. جرم مولی این چنده؟ 197. من حفظم جرم مولی. ماده مهمیه، جرم مولیش حفظ باشید بد نیست. و حتی این جرم مولی این چنده؟ 87. سوال گفته اختلاف اینا رو میخواد دیگه. اختلاف اینا میشه چقدر؟ اختلاف جرم، اختلاف جرم مولی ها 197، 87، 110 گرم. تمام شد، شروع کنیم. به من گفته که اختلاف جرم چقدر؟ 2.75. 2.75 صدومه گرم اختلاف تقسیم بره جرم مولی اختلاف هم چنده؟ 110. ضریبش هم که 1، چون همه اینا ضریبشون 1 بود. این طرف گفته مقدار اولیه پتاسیم پرمنگنات چند گرم است؟ x گرم KMnO4، ضریبش 2، جرم مولی اینم چنده؟ 158. خوب دل بده. 2.75 ضرب در 4 میشه چند؟ 4 تا 2 تا میشه 8 تا. 4 تا 7.75 هم میشه 3. یعنی اگر این ضرب در 4 بشه میشه 11. آقا راه حل راحت‌تر هم میگی؟ 2 تا 7.75 به چی نزدیکه؟ به 3. 4 3 تا 12 تا. این 2.75 با اون 3 25% فرقشه. اوکی، ضرب در 4 هم کردم میشه چند؟ 1. از 12 یه دونه کم کن میشه 11. 2.75 اینجا بنویسم. 2.75
ضرب در 4 شد چند؟ 11. حالا ضرب در 40 میشه چند؟ 110. اینا با هم ساده میشن میشه چند؟ 40. 2 × 40 20. این به 2 میشه 10، این به 2 میشه چند؟ 79. 79 تقسیم بر 10 7 9 دهم. برگ همه بریزه. این میشه راه حل ما. اینه که میگم فرق میکنه نگاه ما با نگاه بقیه. اگر اون اگر ضریب اون دو تا مطابق بود چی میشد؟ آفرین، سوال خوبی بود. دو برابر اینو من سوال هاش دو است و دو و نیم تا او دو رو حل کردم. اگر مثلا ضریب این دو بود میگفتیم 2 × 197 منهای 87 تو این مخرج میذاشتیم. اگر ضریب این نمیدونم 4 بود، ضریب این 1 بود، 1 ضرب در 97 به علاوه اینجا 4 × 87 هم حساب میکردم، بعد از هم دیگه کم میکردم. تویی که این عبارت رو میسازی، با توجه به واکنش این عبارت رو میسازم، من توی این مخرج میذارم. مثلا بیا اصلا همین رو حساب کنیم. اگر 2 بود 2 × 197 میشه چند تا؟ میشه 200، 2 برابرش 400، 6 تا کم کن میشه 394. اختلاف این دوتا 307 میشه. اون وقت توی مخرج 307 میذاشتم. ضریب اصلا توی همینجا تأثیر دادم، ضریب اصلا کاری ندارم. این اختلافی که میگیرید تو مخرج میذارید دیگه کاری ندارید، چون ضریب و داخل اینجا تأثیر دادید. ببین در واقع شما دارید اینطوری مینویسید، مینویسید گرم اختلاف تقسیم بر کادو امنو چهاره منهای امنو دو تو مخرج. آقا ضریب این 20 باشه، خب 20 تا کادو امنو 4 منهای امنو دو. ضریب این 6 باشه، 20 تا از این منهای 6 تا از این، مهم نیست. هر چی بود تو مخرج محاسبه میکنی میزه. اوکیه؟ خب بریم سراغ ادامه ها. بذار من این دوتا سوال رو حل بکنم. دوتا سوالی که برای 99ه، میگم برای 99 چون اینطوری تایمه میره. من میخوام 1400 رو حل بکنم. امروز زیاد تست آورده بودم براتون برای اینکه حل بکنم. این تست 1400. اینو میخوام با روش برگ ریزان حل بکنم. نگاه کنی که تست 1400 که میگن بی نهایت سخت بوده چجوری حل میشه. گفته که فلز آ با هالوژن ایکس ترکیبی با فرمول شیمیایی آ-ایکس رو تشکیل میده. این ترکیب بر اثر گرما مطابق واکنش فلان تجزیه میشود. هرگاه 1.12 گرم از آ-ایکس رو به طور کامل تجزیه شود و 72 گرم آ-ایکس و 71.25 میلی لیتر گاز ایکس رو تشکیل شود، جرم اتمی هالوژن ایکس چند برابر جرم اتمی فلز آ است. حجم مدیر هم محبت کرده بهمون داده، گفته 28.5 در نظر بگیرید. بچه ها که میگن سه خط تر سمتش نمیایم، معلماش رو دیدم که میان این کارو انجام میدن. راه حل عادیش هم همینه، از بچه هم همین انتظار میره. بیایم بنویسیم که این راه حل عادیش ها، بذارم بالا بنویسم چون این پایینو لازم دارم برای راه حل خودم. 1.12 گرم AX2، این راه حل عادیشه، گرم دیگه تقسیم بر جرم مولی. نه آ رو دارید نه ایکس رو دارید. آ به علاوه 2 تا ایکس جرم مولیشه، ضریب شنده 2. بیایی بنویسی 71.25 چون میلی لیتره ضرب داره 10 منهای 3 لیتر میکنم، گازمونم X2 دیگه. لیتر اگر داشتیم تقسیم برای چه میکردیم؟ حجم مولی. حجم مولیش 28.5، ضریب X2 هم 1، یه معادله بر حسب AX به دست میومد. بریم سراغ بعدی. مینوشتم 72 گرم AX تقسیم برای جرم مولیش که اصلا نه A رو دارم نه X رو دارم، ضریب AX چنده؟ 2 مساویه با 71.25 ضرب در 10 منهای 3 لیتر تقسیم بر 28.5، ضریبش هم که 1.
یه معادله دیگه بر حسب او ایکس. تا اینجا اوکی؟ تا اینجا شد تقریبا دو سه دقیقه. بعد دو معادله دو مجهول حل میکنید، او ایکس رو به دست میارید، کنکور تموم میشه، برسی گزینه رو میزنی یا نه. این میشه راه حل عادی، تازه سریعشونه. ما نمیدونم با روش ابداعی و فلان و از این قصا. اگر دبیری سر کلاس توی کلاس هستش راضی نیستم این روش رو به اسم خودش توی جاهای دیگه استفاده بکنم. آه منم میگیره. نگاه کن، من اینجا دو تا آیکس رو دارم، دو تا آیکس ضریبا یکسانن. آیکس رو به هم گفته چند؟ گفته 1.12 گرم. آیکس رو به هم گفته چند؟ 72 گرم. آیکس ضریبا که یکسانه، این دوتا فقط تو چی تفاوت دارن؟ این دوتا فقط تو چی تفاوت دارن؟ تو ایکس. درسته؟ تفاوت این دوتا میشه چقدر؟ 14. ببین آخر کلاسی میخوام بتره کنم دیگه، کلن هرچی برداری دیگه اصلا نیست و نابود بشه. تا الان فهمیدم ایکس من 0.14 گرمه. خب آقا AX که شده 72 صدم، یعنی A به علاوه X شده چند؟ 72 صدم. X رو که الان گفتم شد چند؟ 14. A من چند به دست میاد؟ 32 صدم. سوال از من چی رو میخواد؟ جرم X چند برابر A؟ یعنی X رو تقسیم بر A میخواد. X من که 14. A رو به دست آوردم 32 صدم. میشه 40 تقسیم بر 32، میشه 1.25. داد بزنید الان تو خونه، باید داد بزنید الان تو خونه، باید داد بزنید. تست 1400 از تو دفتر چه برداشتم گذاشتم اینجا. این تست کنکور 1400. روش عادی رو برات نوشتم اون بالا، این روش عادیش بود. اوکیه؟ و اینه تفاوت نگاه ما توی حل مسئله و نگاه بقیه توی حل مسئله. فکر میکنم الان دیگه سال کنکوری، بهمن ماه و خیلی کلاس رفتی، دیدی سبک بیان دبیرهای مختلف رو. برای مسئله بعید میدونم تا حالا نگاهی همچین حالتی دیده باشی. نظرتون درباره کلاس چی بود؟ الان همه اوکی هست؟ هر کس حال کرده بگه. بگین. خب خدا رو شکر. بچه ها دو تا نکته. یک، خواهش میکنم سینه به سینه، میخوایی نمیدونم استوری بذاری، میخوایی تبلیغ بکنی، میخوایی این جلسه اول رایگان بود ولی یه حجتی بر تمام بچه هایی که این فیلم رایگان دیدن هست. من راضی نیستم این فیلم رو رایگان ببینیم مگر اینکه دونه به دونه دست رفیقتون رو بگیریم بیارین سر کلاس بتونه از این کلاس استفاده بکنه. مطمئن باش یه جای دعای خیر اون دستتو میگیره. اینو مطمئن باش که یه جایی دستتو میگیره. من کتاب معرفی میکنم سر کلاس، کتاب مسئله معرفی میکنم و شما تستای آینه بگم که توی کلاس حل مسئله من برای هر موضوع بهت تست میدم، علاوه بر اونها کتاب رو معرفی میکنم که اگر تستای من رو زدی بتونی برسی کتاب دیگر رو بزنی. یه نکته رو فقط من بگم، ایشالله ما کلاسامون دیگه از سه‌شنبه هفته آینده میفته رو دور، ساعت 10 شب میدونم یه خورده تایمش بده، هم به خاطر مشغله من واقعا تایم نداشتم، امروزم 8 زنگ تا الان کلاس رفتم که الان رسیدم به اینجا و با این حال پر انرژی اومدم سر کلاس که هم روی ماهتون رو، یعنی هم روی ماه من رو ببینید، هم این که من اینجا چتاتون رو ببینم و امیدوارم که لذت برده باشید در کلاس. طبق رسم همیشگی کلاس من معمولا آخر کلاس یه غزل میخونم و بچه ها حالا محبت داشتن گفتن که ما عاشق این غزل خوندنهای آخری کلاسیم، امیدوارم که بچه ها لذت ببرن از این غزل و یه خورده حال هواشون عوض بشه.
تک به تک بیتای این غزل رو میتونید برید استوری بکنید و لذت ببرید. غزل از جناب آقای کاظم بهمنیه و به شیمی هم ربط داره. میگه شنیدی دیگه، توی شنیدی که نخوندی، توی فصل دو دهم اولین بارون هایی که میاد بارون اسیدیه. بارون اسیدی هم عملا برای درخت ها خوب نیست، داغون میشن. هر چیز اولی هم برای آدم زیاد خوب نیست. خوب نگاه کنید، بشنوید، لذت ببرید. میگه که تماشایش رقم میزد خروج از دامن دین را، بنا کرده است در چشمش فلک قصر شیاطین را. اگر گرد تو میگردد نظر بر ظاهرت دارد، که پیچک خشک میخواهد تن گلهای غمگین را. به عشق اولت شک کن که در این شهر و این دودش، درختان شوم میدانند باران نخستین را. مگو این شاخه تنها که تنها یک ثمر دارد، چطور از خود جدا سازد اناری سرخ و شیرین را. به این سو هم نگاهی کن، نگاهی در خورم یعنی تفنگ میرزا، مشکن غرور ناصرالدین را. چرا جام بلورینی بلغزد بر لب سینی، چرا باید بترسانی خمار دور پیشین را. تو مثل قوم صهیونی که با آن چشم زیتونی به اشغالت درآوردی دل من این فلسطین را. کمی آن سوی دیدارت چنان شعری نصیبم شد که در حد کسی چون خود ندیدم این مزامین را. تو ای شاعر تر از سیمین، به رستاخیز اگر آیی بپوشد سایه شعرت فروغ هرچه پروین را. اینجا دیگه اعصاب شاعر خورد میشه، میبینه هر چقدر داره میگه اصلا معشوقش نگاشم نمی کنه. میگه غزلهایی که بر رویت اثر گفتی ندارد را برای ماه میخواندم، نظر میکرد پایین را. سر از سنگینی فکر وصالت درد میگیرد، به بستر میبرم اما همین سردرد سنگین را. به خوابم آمدی حالا نفس بالا نمی آید، بخوانم یا نخوانم یا قیاس المستغیثین را. خسته نباشید، مراقب خودتون باشین. ایشالله که هفته آینده سر کلاس ببینمتون. یادتون نره حتما 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 به دوستاتون، به هر کسی که فکر میکنید این کلاس به دردش میخوره، بگید که سر کلاس حاضر باشه. دوستتون دارم. یا علی، خدا یار و نگهدارتون.